علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بنامي خداوندي رحمت گستري برخاص عام و بعض سلام و درود خدمت یکایک که بیرنده های تلویزیون خورشید و شما دوستداران و علاقمندان برنامه فقه خانواده. نهایت خرسند هستم و خوشحال هستم که باز هم تا فرصتی که هست در خدمت شما قرار دارم و مطالبی را با شما شریک می سازم. امیدوار هستم ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی کنیم. صحبت امروز هم به تتمه و تکمیله مباحث قبلی پیرامون طلاق است. صحبت شد که نصوص وارده در ارتباط طلاق، تعریف طلاق، ارکان طلاق، شروط طلاق و طلاق از حیث وصفیت، طلاق از حیث زمان و طلاق از حیث عدد در جلسات قبلی و بحث گرفته شد. دوستان عزیز، وقتی که یک جوان، یک برادر ما، یک هموطن ما میخواهد طلاق بده خانم خود را و ناگزیر است و تمام شرایط طلاق متوافر میشه، پوره میشه و یگانه راهی که پیدا میکنه به خاطر نجات از این بحران و از این بنبست فقط در طلاق است، باید مطابق شرع طلاق بده. چرا؟ ما مسلمان هستیم. مسلمان باید تمام حرکاتش، رفتارش، گفتارش، کردارش بر وفق دستورات شریعت مبارکه اسلام باشه. حتی ما وقتی نماز میخوانیم میگیم این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. نماز ما، قربانی ما، زندگی ما، مرگ ما فقط به خاطر رضای توست. پس طلاق نباید مخالف شر باشه. وقتی طلاق صورت میگیره مطابق شر باشه. چرا؟ ما مسلمان هستیم و فقط باید سعادت خود را، خوشبختی خود را، پیروزی خود را در تطبیق اوامر خدا بدانیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان را فقط به عبادت پیدا کردیم. اما طوری که گرفتنش مطابق شریعت عبادت میشه، طلاقش با در صورتی که تمام شرایط از اون متوافر شود بعد خود عبادت میشه. و سعادت ما در تطبیق اوامر الهی است. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. و پیغمبر میگه ای طه، یکی از لقب پیغمبر طه است، ای طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. این قرآن به خاطر از این نازل نشده است. ما قرآن را نازل نکردیم تا تو در مشقت و در تکلیف واقع شوی، بلکه انزلنا عليك القرآن لتسعد. قرآن را نازل کردیم تا تو خوشبخت شوی، تا تو کامیاب شوی، تا تو پیروز شوی. پس انسان مؤمن تلاش میکنه که تمام سعادت و خوشبختی خود را در تطبیق اوامر الهی بدانه. این پیوند و این عقدی که بسته شد با کلمات و امانت الله بود، زوجنی نفسک قال زوجتک. وقتی طلاق میشه باز هم باید مطابق شریعت باشه. خب وقتی ما طلاق میدیم مطابق شریعت چی گونه باید طلاق بدیم؟ که شریعت منظورش کنه و ما گناهگار نشیم. اسلام از این عمل ما و از این تصمیم ما راضی شوه، به چهار شرط تماس میگیره. شرط اول، ایکون طلاق بسبب معتبر شرعی. طلاق باید به سبب معتبر شرعی باشه. به این معنا که تو وقتی طلاق میتی سببش شرعی باشه. تمام مراحل توفیق و اتفاق جستجو کردی تا بین تو و همسرت اصلاح بیاید نشد، تمام مراحل طی شد، بالاخره در نتیجه عدم طلاق و دوام زندگی خطری در همپاشی، نه تنها خطر قتل و خطر کشتار و خطر آزار و اذیت جسمی و امثال از اینها وجود داشت،
در این صورت به خاطر ترس خدا و سببم شرعی است، به این معنا سبب شرعی که طور مثال خانم از شوهر طلاق مطالبه میکنه، شوهر انین است، توانای همبستری نداره و یا هم توان پرداخت نفقه را نداره، این سبب شرعی است. یا شوهر میبینه که این خانم عزیز از کردار خود، از عمل بد خود، زشت خود توبه نمیکنه، بر نمیگرده. و یا اینکه یک شخصی است که توانایی تربیت اولاد نداره، توانایی رسیدگی به امور خانواده را نداره، همیشه خشن، همیشه بد زبان است، بالاخره هر رای را که میسنجه نمیتونه که اصلاح بیاره، اینجاست که دیگه تصمیم و طلاق میگیره. این سبب سبب شرعی است. ولی نباید دوست عزیز فراموش کنیم ایکون الطلاق بسبب معتبر شرعی. یگان سبب معتبر است، یگان سبب شرعی است معتبر نیست. این فرق باید در نظر داشته باشیم. ما طلاق دادیم لیکن به سبب شرعی بود، شرعی معتبر نبود، باز ما گناهگار شدیم، ما فرمان الله را زیر پا کردیم. یکون الطلاق بسبب معتبر شرعی. طوری مثال ما آمدیم در خانه که غذا آماده نشده است، گفتیم تو طلاق هستی، گرچند خانم وظیفه داشت که غذا را تهیه میکرد و تهیه نکرده، سبب شرعی هست اما معتبر نیست. یا آمدیم نمک دیگ زیاد شده شور شده بود در مثال، و یا بدون اجازه ما، ببینین شوهر حق نداره که، خانم حق نداره بدون اجازه شوهر از خانه برایه، و یکی از جمله مسئولیت های زن در خانه اطاعت از شوهر است، ولی آمد که از خانه بر آمده بود، درست است خلاف شرع است ولی سبب معتبر شرعی نیست. این سبب به حدی نیست، به حد کلان نیست که بالاخره ما بیم تصمیم بگیریم که خانم خود طلاق میدیم. یا هم لباس ما را آماده نکرده بود، یا جای ما را آماده نکرده بود، این کمی و تقصیرات وجود داره ولی اینا سبب معتبر نیستن. نباید به این خاطر ما بیم ایتو یک تصمیم بگیریم که خدا نخواسته پیوندی که الله منظور کرده بشکنیم. ما را همراهی کنین بعد از نشر حدیث مبارک. زود عن ابی هریره رضی الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. متفق عليه. ابو هريره رضي الله عنه میگوید شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت چه کسی برای خوشرفتاری من از دیگران مستحق تر است؟ فرمود مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود مادرت. گفت بعد از او چه کسی؟ فرمود باز هم مادرت. پرسید پس از او چه کسی؟ فرمود بعد از او پدرت. دوستای عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان خوش آمدید میگم. صحبتمان سبب شرعی طلاق است. وقتی ما ناگزیر میشیم و تصمیم طلاق میگیریم، باید در جستجوی سبب معتبر شرعی باشیم. پس چیزای خود و ریزه نمیتونه سبب شوه یا دلیل شوه اینکه ما تصمیم طلاق بگیریم. در این صورت خدا نخواسته الله را ما نافرمانی کردیم. و نه تو خواهر گرامی، اما طوری که مرد به خاطر تهیه غذا، عدم تهیه لباس و اسباب و لوازم خانه نمیتونه، اجازه نداره، اگر تو به اجازه خانه برایی یا با خانواده مادر در تماس باشی و به دیدن پدر و مادرت بری بدون اجازه، شوهر اجازه نداره به خاطر این اسباب، یا یک ظرف شکستانده یا یک کار خرد و ریزی دیگره که مخالفه اوامر و دستورات شوهر بود انجام شد، در این صورت تو اجازه نداره، شوهر اجازه نداره طلاق بده. پس تو هم نباید ولا این لباسی که آوردی لباس نیست،
که مناسب ما باشه، یا بسیار چیزای خرد و ریزه، شب چرا دیر آمدی؟ تو همیشه با ما نمی باشی؟ یا به خاطر بعضی شک و شبهه‌ای که واقع میشه، الیقین لا یزول بشک، یقین با شک دور نمیشه، تو با کی بودی؟ چرا نصف شب آمدی؟ چرا زیادتر وقت با من نمی باشی؟ من دیگه تحملت ندارم. همچو موارد خواهر گرامی نمیتونه سبب معتبر شرعی باشه و تو بیایی الله را نافرمانی کنی. پس شرط اول ایکون الطلاق بسبب معتبر شرعی، بسبب معتبر شرعی باشه. شرط دوم دوستای عزیز، الا تكون الطلاق وزوجه حائض، طلاق داده نشود خانمی که در حالت گذراندن یا سپری کردن عذر ماهوار باشه. هیچ مرد اجازه نداره خانم خدا وقتی طلاق بده که عذر ماهوار داره. حضرت عمر امیر المؤمنین رضی الله عنه فرزندی داره، عبدالله ابن عمر، خانم خود طلاق میده در حالت حیض. حضرت عمر خبر میشه، میگه تا وقتی ازت راضی نمیشم اصلا این تصمیم قبول ندارم که پیغمبر اجازه نداده باشه. حضرت عمر پیش پیغمبر میره، میگه فرزندم چون این تصمیم گرفته، نظر شما چیست؟ پیغمبر میگه آجل برش بگو به خانم خود رجوع کنه، اجازه نداره در وقت حیض خانم خود طلاق بده، بگو برش رجوع کنه. بعد از اینکه پاک میشه از حیض، در طهری که بعد از حیض است، بعد اگر خواست طلاق بده، اگر خواست نگاهش کنه. ده چی حکمت است؟ ده دو سر و راز است که نباید یک مرد همسر خود در وقت حیض طلاق بده. حکمت اول، مدت اقل حیض 3 روز است و اکثرش 10 روز است. وقتی طلاق در امی مدت ناجائز و حرام باشه، بدعت باشه، گناه باشه، با وجودی که طلاق واقع میشه، شما فکر نکنید که ما در مدت حیض طلاق دیم خیلی واقع نشده. طلاق 100% واقع میشه ولی گناهگار شده نزد پروردگار. حکمت اولش ایست که در خلال 10 روز خوب خشمگین شده، ناراحت شدی، پریشان شدی، ولی متوجه شدی که او بیادر، من در حالت حیض خانم خود طلاق داده نمیتونم. با وجودی که ناراحت هستم، تصمیم به حدی کلان است که میخوام را از خود دور کنم، ولی اینجا متوجه میشه که پیغمبر را نافرمانی کرد، اینجا متوجه میشه که الله را نافرمانی کرد و ناراحت ساخت، 10 روز انتظار میکشه. پس ده چی حکمت است؟ وقتی 10 روز تو انتظار بکشی، خشم و غضب و به اصطلاح ناراحتیت فروکش میکنه، تو از تصمیم خود منصرف میشی. پس ببینید چقدر اسلام عزیز ساحه طلاق محدود میسازه، ساحه طلاق تنگ میسازه. هر دقه اجازه نیست، کدام بازیچه نیست که تو هر روز بخوای، هر دقه بخوای طلاق داده بری. ساحهش محدود میکنه. پس حکمت اول ایست که وقتی یک مرد و یک زنی که هر دو تصمیم به طلاق داشتن، متوجه میشه که مدت عذر ماهوار است، عاجل صرف نظر میکنه، میگه عذر سپری شد، باز قطعی کار دارم. بعد از اینکه عذر سپری میشه، هر دو اشتباه خود پی برده، منصرف میشه از تصمیمی که گرفته. حکمت دوم در اینجا دوستای نهایت عزیز، خانم در خلال عذر ماهوار افرازات و مشکلات از لحاظ صحت که به وجود میه، فکر و صحت نرمال نداره، فکرش عقلش نرمال نیست، امکان داره جملاتی را به کار ببره در امی خلال 10 روز و یا 7 روزی که عذر میبینه، حتی خودش هم ندانه که من چی گفتم و یا هم به اختیار از زبانش بیرون شود. پس وقتی برادر عزیز اسلام او را معاف ساخته، در مدت عذر ماهوار روزه نباید بگیره، از روزه حکم خداست، در حال تعلیق در میاد، نماز حکم خداست، معاف میشه، تلاوت ذکر و اذکار حکم خداست، معاف میشه. پس تو چگونه به خود اجازه میدی؟ چرا؟ یک علت چیست؟ در این مدت نباید خانم طلاق داده شود، در این مدت نباید یک زن روزه بگیره،
به خاطر که این خون زهر میکنه و خون جوهر اصلی قدرت و قوت بدن تشکیل میده و لحظاتی است که خانم قوت خود از دست داده است، خانم صحتش متضرر است، خانم نرمال نیست. در اینجا تو بر بالایش فشار بیاری، تو چرا چنین کردی؟ چرا چنین کردی؟ بالاخره خانم خود طلاق بوده. در اینجا است که هم خانم متضرر میشه، هم طلاق واقع میشه، هم الله را نافرمانی کرده است. پس این دو حکمت داره. در خلال حیض به هیچ قیمت اجازه نیست که یک مرد خانم خود طلاق بوده با وصفی که اگر طلاق داد واقع می شود. حضرت عمر پیغمبر چی میگه؟ فل یراجعها ثم لیمسکها، برو برش بگو که رجوع کنه به همسرش و او را نگاهش کنه، حتی تطهر، تا اینکه پاک شود از عذر، ثم تحیز، بعد دوباره عذر ببینه، ثم تطهر، دوباره پاک شود، ثم انشاء طلق و انشاء امسک. بعد از او اگر خواست طلاقش بده و اگر خواست نگاهش کنه. پس شما چه فکر میکنین وقتی ای تو یک مدت طولانی ما خشمگین شدم و بالاخره خانم خدا طلاق میدادم، متوجه شدم که معذور است، ما از طلاق صرفی نظر کردم تا مدت 10 روز، تا مدت 15 روز، اینجاست که خشم ما شیشت، عصبانیت ما دور شد، اینجاست که اشتباه خدا پی بردم که ما چی توی میکنه، ایخو مادر اولادم است، ایخو کسی است که مسئولیت خانواده را به دوش داره. خیر است، تقصیرات و اشتباهات صورت میگیره، اینجاست که از طلاق صرفی نظر میکنه. سوم، دوستای عزیز، اول گفتیم سبب طلاق معتبر و شرعی باشه، هم معتبر باشه هم شرعی. بعضی اسباب معتبر است، شرعی است معتبر نیست. دوم، در خلال حیض نباشه. سوم و چهارم میشه با شما شریک میسازم، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک. زود باشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال هاء ضحك الشيطان. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگوید نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمود: خمیازه از شیطان است، پس هرگاه خمیازه به سراغ یکی از شما آمد تا می تواند جلوش را بگیرد. زیرا هنگامی که یکی از شما دهان باز می کند و ها می گوید، شیطان می خندد. دوستای عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان خوش آمدید می گم. صحبت ما چیگونه؟ میتونیم در صورتی که ناگزیر شویم طلاق بدیم و طلاق شرعی باشه، هم الله را خوش بسازیم و هم سبب مشروع باشه. گفتیم به 4 شرط ما میتونیم طلاق شرعی بدیم که هم خدا نخواسته، خدا از معصیت و نافرمانی نگاه کنیم و هم خانم خود را متضرر نسازیم. سبب اول گفتیم معتبر شرعی باشه. دوم، در خلال عذر ماهوار نباشه. سوم، دوست عزیز، در طهر قرار نداشته باشه که ما با او هم بستری کرده باشه. بعد از عذر ماهوار خانم پاک شد و بعد از او شوهر با او هم بستری کرد، در اینمی طهری که با او هم بستری کرده، اگه این طهر 10 روز است، اگه این طهر 15 روز است، اگه این طهر 20 روز است، اجازه نداره با او در صورت هم بستری کرده باشه طلاق شود. این بدعت است، حرام است و انسان گناهکار میشه با وصفی که طلاق واقع میشه. در عمود طهری که خانم قرار داره، اگر هم بستری و یک جا شد با همسرش، اجازه طلاق نداره. شما ببینید چی حکمت است. وقتی یک شوهر میبینه که 10 روز 20 روز انتظار میکشه، یعنی اسلام عزیز میخواهد که آمار طلاق به حد اقل برسانه. در وقتی حیض طلاقش نده، بدون سبب معتبر شرعی طلاقش نته، در طهری که با او مجامعت و همبستری کردی طلاقش نته، ساحه طلاق محدود میسازه، تنگ میسازه. شما چه فکر میکنین وقتی که یک جوان 20 روز در طهر انتظار بکشه،
ده روز در حیض انتظار بکشه. جوانی که دیگه اعصابش خرد شده، چون عصبانیت آنی و عاجل می باشه، یک دفعه عصبانیت میه، میگه امی دقیقه باید دیگه این انسان برای همیش از زندگی خود بیرون کنم، کنارش بزنم. ولی وقتی که متوجه میشه که اینجا الله ناراض میشه و خدا نافرمانی کرده میشه، 20 روز طهر است، 10 روز حیض است، یک ماه، بعد از یک ماه اجازه طلاق داره، در یک ماه تمام اشتباهات پی میبرن، بالاخره طلاق نمیتن. پس در صورت دوست عزیز این مراحل در نظر گرفته شو، باور کنین طلاق واقعی نمیشه، طلاق به حد اقل میرسه. پس در مدتی که با همسر یک مرد نزدیک شده باشه در طهرش، اجازه طلاق نداره، منتظر باشه این طهر سپری شوه، بعد عذر ببینه، عذر سپری شوه، در طهر دوم بعد اگر خواست طلاق میده، اگر نخواست نگاهش میکنه. این بود سببی سوم که ما اگر خواسته باشیم ناگزیر به طلاق شویم، طلاق شرعی بدیم. چهارم، باید طلاق به یک کلمه اکتفا شود، به یک لفظ، تو طلاق هستی، یا طلاقت کردم یا تو طلاق کرده شده هستی، از این اضافه نباید استعمال کنه. خب ناگزیر شد دیگه، این مراحلم طی شد، تو حرم سپری شد، دید که مشکل حل نمیشه و دوام زندگی منقص است، مشکلات روز افزون است، حالا میخواییم طلاق بتیم، یک لفظی طلاق باید استعمال شد. چهارمش، باید به یک لفظ، نباید به یک زبان بگید تو برو دیگه صد طلاق هستی، الله را ناراض کردی. تو بگید برو سه طلاق هستی، طلاقت کردم به طلاق ثلاثه، تو طلاق شدی دیگه، یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق. این الفاظ، من طلق زوجته، کسی که طلاق بده همسر خود را، به ثلاث هی طالق طالق طالق، فقد عصا ربه، طلاق استی طلاق استی طلاق استی، و تحقیق الله خود را، پروردگار خود را نافرمانی کرده است، خدا را نافرمانی کرده است. و همین خاطر است که شخصی به همسر خود سه طلاق داد، پیش پیغمبر آمد، پیش رسول پاک علیه السلام آمد، گفت اینمی شخص به خانم سه طلاق داد، آنقدر غضبناک می شود که چیرش از غضب سیاه می گرد. می گه ایو لعبو به کتاب الله، آیا با دین خدا رشخن می زنین؟ ایو لعبو به کتاب الله و انا بین اظهرکم، من در میان شماستم، شما می این با دین خدا رشخن می زنین؟ با دین خدا ملعبه می کنین؟ با دین خدا استهزا می کنین؟ خداوند میگه که الطلاق و مرتان، طلاق دو بار است، تو می سه طلاقش میدی؟ به تو کی گفت که سه طلاقش بدی؟ پس دوستای عزیز، با یک طلاق باید اکتفا شود. ما شما خوانده بودیم که طلاق سنی و بدعی، یک جلسه قبل که طلاق سنی کدام است، طلاق سنی بر دو قسم است، گفتیم احسن و حسن است، حسنش چهار شرط داشت، احسنش ای که فقط یک طلاق که ناگزیر شده در طهر، بعد دیگه هیچ کلمه طلاق به زبان نگیر. پس در صورتی که تو ده طلاق و صد طلاق دادی، هم طلاق واقع شد، برای همیش رای بازگشت نیست، و هم الله را ناراض ساختی و هم گناه بزرگی را مرتکب شدی. پس دوستای نهایت عزیز، باید هر برادر ما، هر هموطن ما این موارد را در نظر بگیره که طلاق ملعبه قرار نده. چرا؟ خداوند ناراض میشه، امکان داره که خداوند محاسبش کنه، معاتبش کنه. چرا؟ تو اینجا حد که حرمت کردی، حتکت الحرمت بینک و بین الله، بین خود و بین خدا حرمت برداشتی، خدا چیزی را که گفته بود نکو انجامش دادی و خداوند از تو ناراض شد. پس خداوند
در روز محشر و تو خواهر گرامی نباید احساسات شوهر خود تحریک بکنی که برو دیگر طلاق دادی، سه طلاق مرا بده. در روز قیامت خداوند از تو حساب میگیره. پس کسی که خانم خود را بدون سبب شرعی طلاق داد، هم طلاق واقع شد هم الله ناراض شد. پس کسی که خانم خود را در حالت حیض طلاق داد، هم طلاق واقع شد هم عاصی و گناهگار شد. پس کسی که خانم خود را در طهری که با او هم بستری کرده بود طلاق داد، هم طلاق واقع شد و هم گناهگار شد. پس کسی که خانم خود را به سی طلاق یا به صد طلاق طلاق داد، هم خدا را ناراض کرد و هم طلاق واقع شد. این بود بحث من اسباب شرعی در طلاق. از یکی وقت برنامه تمام است و از این بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم. انشاءالله ادامه بحث من را در جلسات قبلی با شما شریک خواهد کردیم. شما را به الله بی نیاز تا دیداری بعد و برنامه بعد میسپارم. الله نگهدارتان.